درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به تمامی وزیرانی که رئیس جمهور مسعود پزشکیان پیشنهاد داده بود رأی مثبت دادند. سازمان ملل متحد خواستار دسترسی فوری نرگس محمدی و دیگر زنان زندانی به مراقبت‌های پزشکی شد. محسن رضایی می‌گوید واکنش ایران به ترور هانیه بسیار حساب شده خواهد بود. اوکراین در یکی از حملات گسترده پهپادی پایتخت روسیه را مورد هدف قرار داد. در پی حملات اسرائیل به نوار غزه دست کم 52 فلسطینی کشته شدند. تیراندازی در یک دبیرستان در بوسنی دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. باراک اوباما برای حمایت از کامالا هاریس به صحنه بازگشت و جنیفر لوپز بعد از 2 سال زندگی با بن افلک درخواست طلاق داد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه 21 آگست 2024 میلادی برابر است با 31 مرداد سال 1403 خورشیدی. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تمامی وزیرانی که رئیس جمهور مسعود پزشکیان پیشنهاد داده بود رأی مثبت دادند. بعد از اعلام رأی اعتماد نمایندگان، مسعود پزشکیان در سخنرانی خود برای دفاع از وزرای پیشنهادی چند بار گفت که فهرست کابینه 14 را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ کرده است. در نتیجه رأی‌گیری نمایندگان مجلس، عزیز نصیرزاده با 281 رأی بالاترین شمار آرا را کسب کرد و به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب شد. بعد از او عباس صالح شریعتی با کسب 272 رأی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا کاظمی، ستار هاشمی و امیر حسین رحیمی هر کدام با 268 رأی به ترتیب به عنوان وزیر آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری و دادگستری منصوب شدند. مسعود پزشکیان در این جلسه و پیش از رأی گیری بارها تاکید کرد که انتخاب وزرا را با بالا هماهنگ کرده و هیچ کدام از آنها در مقابل ولایت نیستند. رئیس جمهوری ایران درباره عباس عراقچی، عزیز نصیرزاده، علیرضا کاظمی و حسین سیمایی صراف گفت که آنها را بدون هماهنگی با بالا انتخاب نکرده و افزود امکان ندارد کسی را آورده باشم که حتی تصور ذهنی جزئی وجود داشته باشد که بخواهم از طریق او با مجلس تقابل کنم. به افزود با سازمان‌های امنیتی، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات همه با هم توافق کردیم و این لیست کابینه را ارائه دادیم. مسعود پزشکیان تاکید کرد که همه لیست را به علی خامنه ای ارائه داده و همه با هماهنگی و تفاهم آمدند. پزشکیان پیش از رأی گیری همچنین گفت من را وادار نکنید وارد جزئیات شوم. رأی بدهید برویم دولت را تشکیل بدهیم. تاکید پزشکیان بر هماهنگ بودنش با خامنه ای از زمان آغاز بحث بر سر کابینه پیشنهادی که همه وزیران معرفی شده آن رأی اعتماد گرفتند در دولت‌های گذشته بی سابقه به نظر می رسد. حتی ابراهیم رئیسی، رئیس کشته شده دولت 13 هم در نطق معرفی کابینه اش که امرداد سال 1400 ایراد کرد تا این حد روی تایید گرفتن از رهبر جمهوری اسلامی تاکید نکرده بود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از اینکه ایران همچنان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به موقع و مناسب را برای نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و سایر زنان زندانی در زندان‌های ایران محدود کردند ابراز تأسف کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، این کارشناسان در بیانیه مشترکی که روز سه‌شنبه 20 آگست منتشر شد با اعلام نگرانی‌های عمیق خود درباره سلامت جسمی و روانی نرگس محمدی که به دولت ایران منتقل شده بار دیگر از مقامات ایرانی خواستند که فوراً خانم محمدی را آزاد کنند و دسترسی کامل به مراقبت‌های پزشکی را بدون تأخیر برای او و سایر بازداشت شدگان فراهم کنند.
بر اساس گفته پزشکان متخصص و آزمایش های انجام شده، خانم محمدی در 8 ماه گذشته از درد حاد کمر و زانو رنج می برد. گزارش های خبری حکایت از آن دارد که خانم محمدی در جریان یک حادثه در بند زنان زندان ابین در 6 آگوست مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته است. بنا به این گزارش ها او در جریان این درگیری ها بیهوش و دچار آسیب به قفسه سینه و سایر قسمت های بدنش شده است. خانم محمدی بعد از این حادثه خواستار دسترسی به وکیل خود برای ثبت شکایت درباره خشونت فیزیکی و همچنین انجام معاینه پزشکی قانونی برای بررسی جراحاتش شده است. گفته می شود که هر دو درخواست او توسط مقامات زندان اوین رد شده است. اعتراضات سراسری پرستاران به وضعیت سخت شغلی و عدم رسیدگی به مطالبات بعد از گذشت بیش از 2 هفته به پایتخت ایران رسید. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، پرستاران تهرانی روز چهارشنبه 31 مرداد در مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تجمع کرده و شعار سر دادند. همزمان تجمعات اعتراضی دیگری در شهرهایی چون اصفهان، تبریز، رشت، اهواز، مریوان، دهدشت و کرمانشاه هم برگزار شده است. تجمعات اعتراضی پرستاران از ماه ها پیش ادامه داشته، اما دور جدید آن 13 مرداد با اعتراض و اعتصاب بیمارستان های شیراز آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد. پرستاران بیمارستان های شیراز از شنبه 13 مرداد در اعتراض به اضافه کار اجباری، اجرا نشدن قوانین، حقوق پایین، کار سخت و فراوان، توهین ها و تهدید ها، دست از کار کشیده و خواستار رسیدگی مستقیم مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران شدند. محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرد که واکنش ایران به ترور اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس بسیار حساب شده خواهد بود. رهبران جمهوری اسلامی مسئولیت ترور اسماعیل هنیه را که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور تازه ایران به تهران سفر کرده بود متوجه اسرائیل می دانند و وعده تلافی دادند. امریکا به نگرانی ها درباره گسترش جنگ در خاورمیانه دامن زده است. رضایی در مصاحبه خود پیش بینی کرده که به زودی باید در غزه آتش بس برقرار شود و اظهار داشت آمریکا و اسرائیل نباید اشتباهات خود را تکرار کنند. اگر ایالات متحده در هفته های اول جنگ غزه اسرائیل و بنیامین نتانیاهو را متوقف می کرد، جنگ ادامه نمی یافت. بنابراین عامل اصلی طولانی شدن جنگ آمریکا و اسرائیل هستند. هرچند این جنگ طولانی تر شود، آسیب بیشتری به ایالات متحده وارد خواهد شد. محسن رضایی همچنین درباره واکنش ایران به اسرائیل گفت: پیامدهای احتمالی آن را بررسی کردیم. ما اجازه نمی دهیم که نتانیاهو که اکنون در حال غرق شدن در باتلاق است، خودش را نجات بدهد. اقدامات ایران بسیار حساب شده خواهد بود. نفس حاجی شریف، دختر نوجوانی که ویدیوی بازداشت خشونت آمیز او و دوستش به دست ماموران گشت ارشاد در تهران منتشر شد، گفت آنقدر توی دهانش زده بودند که تا چند روز نمیتوانست غذا بخورد. مادر او به روزنامه هم‌میهن گفت که یک مامور زن از نفس با عنوان در رفتن انگشت حین بازداشت شکایت کرده است. مریم عباسی، مادر نفس حاجی شریف، روز چهارشنبه گفت که پرونده شکایت آنان از ماموران از دادسرای نظامی خارج شده و به بازرسی فاتح فرماندهی انتظامی تهران بزرگ رفته است. اظهارات مریم عباسی یک روز بعد از این بود که اسقر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبریش گفت که نتیجه پزشک قانونی از آثار ضرب و شتم شاکی در حال بررسی است و افزود که تاکنون در این پرونده مجموعاً 8 تن احضار شدند، بازجویی لازم از این افراد انجام شده و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است. رندبنشمن در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی شد. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود.
فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. سازمان حقوق بشر ایران از محرومیت درمانی جمال عاملی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین و در معرض خطر جدی قرار داشتن جان او خبر داد. این نهاد حقوق بشری در گزارشی در روز چهارشنبه 31 مرداد وضعیت جمال عاملی را به دلیل ابتلای او به بیماری مفصلی پیشرونده‌ای به نام AS وخیم توصیف کرد و افزود که مسئولان زندان اوین تا کنون با مرخصی درمانی او مخالفت کردند. بنا به این گزارش، به رغم تاکید پزشکان از جمله پزشک معتمد زندان اوین بر درمان فوری این فعال مدنی، سازمان زندانها حاضر به تقبل هزینه‌های درمانی و اعزام او به مراکز تخصصی خارج از زندان نیست. جمال عاملی پیش از اجرای حکم زندانش نوشته بود که قاضی اجرای احکام اوین با مهم ندانستن بیماری خود ایمنی AS با درخواست او برای پابند الکترونیک مخالفت کرده بود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که بهداری زندان اوین صرفاً به جمال عاملی مسکن می‌دهد که مصرف آنها موجب خواب‌آلودگی شبانه روزی و بروز درد شدید معده برای این فعال حقوق کارگری شده است. جمال عاملی روز 7 بهمن سال گذشته به 2 اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. چند هفته بعد از ورود ارتش اوکراین به خاک روسیه در منطقه مرزی کورسک، این کشور یکی از بزرگترین حملات پهپادی خود را به مسکو، پایتخت روسیه، انجام داد. وزارت دفاع روسیه میگوید که در جریان حمله روز چهارشنبه 31 مرداد اوکراین، دست کم 11 پهپاد را بر فراز مسکو ساقط کرده است. طی چند ماه گذشته اوکراین حملات گسترده پهپادی به تاسیسات نفتی، خصوصا پالایشگاه‌های این کشور در عمق خاک روسیه انجام داده بود، اما حمله پهپادی به مسکو اتفاق کم سابقه است. وزارت دفاع روسیه میگوید ظرف 24 ساعت گذشته 45 پهپاد اوکراینی در خاک این کشور ساقط شده است، شامل 11 فروند بر فراز مسکو، 23 فروند در منطقه بریانسک، 6 فروند در آسمان منطقه بلگرود، 3 فروند در کالوگا و 2 پهپاد دیگر در منطقه کورسک. مقامات روسی میگویند که این حملات تاکنون تلفات جانی نداشته است. در پی حملات اسرائیل به نوار غزه، دست کم 52 فلسطینی کشته شدند که 12 تن از آنها در مدرسه پناه گرفته بودند و 9 تن در بازار پر ازدحامی در منطقه دیرالبلح حضور داشتند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در پایان بازدیدش از خاورمیانه از طرف این خواست که قرار آتش‌بس در غزه را همین حالا به سرانجام برسانند. این در حالی است که مقامات ارشد حماس درخواست‌های تازه اسرائیل را مانع تراشی بر سر دستیابی به توافق آتش‌بس می‌دانند و می‌گویند که آمریکا برای اسرائیل زمان می‌خرد تا به نسل‌کشی خود ادامه بدهد. بازدید بلینکن از منطقه تاکنون بی‌حاصل بوده است. حماس می‌گوید که بیشتر در ماه جولای درباره توافق به نتیجه رسیده بودند و توافق کانونی شامل درخواست‌های تازه‌ای از سمت اسرائیل است که مورد قبول نیست. اسرائیل می‌خواهد که کنترل یک منطقه مرزی میان نوار غزه و مصر را بر عهده بگیرد. بلینکن بعد از دیدارش با نتانیاهو در روز دوشنبه در دوحه از حماس خواست که طرح آتش‌بس را فوراً قبول کرده و فرآیند دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه را تسهیل کند.
در پی تیراندازی یکی از کارکنان دبیرستان در شهر استانسک موست در شمال غربی بوسنی و هرزگوین در روز چهارشنبه 21 آگوست 3 کارمند مدرسه کشته شدند. بنا به اعلام پلیس، فرد مهاجم بعد از تیراندازی اقدام به خودکشی کرد. به گفته سخنگوی پلیس محلی، پلیس در ساعت 10:15 صبح به وقت محلی مطلع شد که در پی تیراندازی مردی با اسلحه خودکار، رئیس، منشی و یک معلم این دبیرستان کشته شدند. به افزود مهاجم بعد از اقدام به خودکشی به شدت مجروح شد و به بیمارستانی در شهر بانیالوکا در نزدیکی محل حادثه منتقل شد. سخنگوی پلیس اعلام کرد که تحقیقات در رابطه با این حادثه در حال انجام است. باراک اوباما رئیس جمهوری سابق ایالات متحده برای حمایت از کامالا هاریس، متحد قدیمی خود در حزب دموکرات، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برابر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه به صحنه ملی بازگشت. باراک و میشل اوباما با هشدار نسبت به مبارزه دشواری که پیش روست، شامگاه سه‌شنبه از رای دهندگان آمریکایی خواستند که به کامالا هاریس رای بدهند. اوباما که اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده است، تأکید کرد که آمریکا آماده است تا هریس را که دارای اصالت جامائیکایی و هندی است و در صورت پیروزی اولین رئیس جمهور زن کشور خواهد بود، انتخاب کند. اوباما گفت کامالا هاریس برای این کار آماده است. وی فردی است که زندگی خود را صرف مبارزه برای افرادی کرده که به صدا و قهرمان نیاز دارند. به همچنین دونالد ترامپ را یک میلیاردر 78 ساله خوان که از 9 سال پیش که از پله برقی طلایی خود پایین آمد، از ناله کردن درباره مشکلاتش دست بر نداشته است. باراک اوباما تصریح کرد که این یک جریان دائمی از گلایه‌ها و نارضایتی‌ها بوده که اکنون بدتر شده، زیرا او از باخت به کاملا می‌ترسد. رئیس جمهور سابق آمریکا افزود ما به 4 سال دیگر قوقا و آشفتگی و آشوب نیاز نداریم. ما آن فیلم را دیده ایم و همه می دانیم که دنباله آن معمولا بدتر است. اشاره اوباما به حمله روز 6 ژانویه 2021 شماری از هواداران ترامپ به کنگره ایالات متحده است. سازمان دریانوردی بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که نفتکش سونیون در دریای سرخ چندین بار هدف حمله قرار گرفته، اما همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد. به گفته وزارت کشتیرانی یونان و عملیات تجارت دریایی بریتانیا، روز چهارشنبه 2 قایق کوچک در نزدیکی شهر بندری هدیده در یمن به سوی نفتکش با پرچم یونان شلیک کردند. عملیات تجارت دریایی بریتانیا در بروز رسانی گزارش خود گفت که حمله مجدد به سونیون این نفتکش را دچار آتش سوزی کرده و در نتیجه موتور آن از کار افتاده و توانایی مانور آن از بین رفته است. دلتا تانکرز که شرکت اپراتور این کشتی است، ضمن تایید حمله به سونیون گفت که خدمه در حال ارزیابی خسارات جزئی وارده هستند، اما نفتکش به مسیر خود در دریای سرخ ادامه می‌دهد. گزارشی درباره کشته یا زخمی شدن 25 خدمه کشتی که 2 روس و 23 فیلیپینی هستند منتشر نشده است. واژگونی اتوبوس حامل زائران پاکستانی مراسم 40 در استان یزد موجب کشته شدن دست کم 28 تن و مصدومیت 23 تن دیگر شد. آنطور که محمد علی ملکزاده مدیر کل مدیریت بحران استان یزد روز چهارشنبه اعلام کرد، حال 14 تن از مجروحان این حادثه وخیم است. خبرگزاری‌های ایران بر اساس اعلام اورژانس استان یزد نوشتند که واژگونی و آتش سوزی این اتوبوس ساعت 21:54 سه‌شنبه 30 مرداد مقابل پاسگاه دهشیر شهرستان تفت اتفاق افتاد. این اتوبوس که از مرزهای شرقی ایران در سیستان و بلوچستان به سمت مرز چذبه خوزستان در حرکت بود، بین 51 تا 53 سرنشین داشت که بر اساس گزارش‌ها همه پاکستانی بودند. برندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان حیدری، وکیل تصادفات در 2 ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful.
because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه West Side Medical به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال می‌کنیم. بعد از مفقود شدن یک قیچی در فروشگاه یک فرودگاه در ژاپن، 36 پرواز لغو شد و 201 پرواز دیگر به تأخیر افتاد. بازرسی‌های امنیتی در ترمینال داخلی فرودگاه نیوچیتو در شهر هوکایدو صبح روز شنبه برای حدود 2 ساعت به حالت تعلیق درآمد و صدها مسافر در فرودگاه گیر کردند. صف‌های بزرگی هم شکل گرفت، زیرا مسافران در سالن خروج مجبور به تکرار بازرسی امنیتی شدند. مسئولان سعی کردند که قیچی گم شده را پیدا کنند که روز بعد در همان فروشگاه پیدا شد. دولت از فرودگاه هوکایدو خواسته که علت را بررسی و از تکرار آن جلوگیری کنند. جنیفر لوپز، خواننده و بازیگر هالیوود، بعد از 2 سال زندگی مشترک با بن افلک، فیلمساز و هنرپیشه آمریکایی، درخواست طلاق داده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که خانم لوپز بعد از 2 دهه روابط عاشقانه و در حالی که این زوج هالیوودی در سال 2022 رسما ازدواج کردند، درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه داده است. خانم لوپز 55 ساله تا کنون 4 بار و بن افلک 53 ساله 2 بار ازدواج کردند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهراتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.